This is London calling in the overseas service of the BBC in the 25 and 31 meter bands. Transmission in Persian follows. من معصومه طرفه هستم. 15 سال در بخش جهانی بی بی سی کار میکردم و بی بی سی رو ترک کردم. به دانشگاه لندن آمدم. برای 75 سالگی بخش جهانی بی بی سی یک رشته تحقیقات در جریان بود. بخش فارسی بی بی سی رو تشکیل دادم برای اینکه در جنگ جهانی دوم بتونن در مقابل حرفای آلمان اینها هم یک سری حرفای زده باشن. در این هنگام که خبرفرستی به وسیله رادیو به زبان فارسی از بریتانیای کبیر، در این ایام امپراتوری بریتانیا و متفقین آزاد او برای اصل و منظور بزرگی مشغول جدال بود. معصومه طرفه هستم و برای مدت 15 سال در بخش جهانی بی بی سی کار میکردم که یک مدتی از این 15 سال در بخش فارسی بود و وقتی که کارهای ژورنالیستیم رو به پایان رسوندم و بی بی سی رو ترک کردم و جاهای دیگه که کار میکردم ترک کردم، به دانشگاه لندن آمدم، به سواز آمدم و اینجا برای 75 سالگی بخش جهانی بی بی سی یک رشته تحقیقات در جریان بود و همین خانم پروفسور سربرنی از من خواهش کرد که وارد این تحقیقات بشم و در مورد بخش فارسی و نقشی که در تاریخ این بخش بازی کرده در روابط بین ایران و بریتانیا شروع تحقیق بکنم. تحقیق رو از مرکز اسناد بریتانیا شروع کردم و با اینکه در اول چندان تمایلی نداشتم و زیاد علاقه‌ای نداشتم که در مورد تاریخ بی بی سی تحقیق کنم، با این وصف خیلی تحقیق جالب به نظر آمد چون بلافاصله یک سری سندهایی رو پیدا کردم که در مورد نقش رضا شاه بود و اینکه در اون زمان بی بی سی، بخش جهانی بی بی سی تازه شروع به کار کرده بود و در واقع در مقابل تبلیغات و پروپاگاند رادیوی آلمان کار میکرد. برای اینکه در جنگ جهانی دوم رادیو آلمان به خصوص اون بخشای از برنامه ها که برای ایران بود بسیار موفق شده بود و بسیاری در ایران به خودش جلب کرده بود. در نتیجه بخش فارسی بی بی سی رو تشکیل دادن به خاطر اینکه بتونن در مقابل حرفای آلمان اینها هم یک سری حرفای زده باشن. در این هنگام که خبرفرستی به وسیله رادیو به زبان فارسی از بریتانیای کبیر آغاز می شود، بنگاه رادیوی انگلستان به تمام گوش دهندگان ایرانی و فارسی زبانان در هر جای جهان که باشند دوستانه درود می گوید. در این ایام امپراتوری بریتانیا و متفقین آزاد او برای اصل و منظور بزرگی مشغول جدالند. در همین موقع متوجه شدم که اسناد بسیار زیاد هست و البته نمیشه تمام تاریخ رو از سال 1940 تا به امروز دنبال کرد و در نتیجه تصمیم گرفتیم با خانم سربرنی که بهتره که روی یک مراحل مشخصی تاکید بکنیم و در دوره‌های رو فقط دنبال بکنیم که دوره‌های بحران بوده میان ایران و بریتانیا و ببینیم در این دوره‌ها بی بی سی چه نقشی بازی کرده. این دوره‌ها یکی دوره سقوط رضا شاه هست، یکی دوره سقوط دکتر مصدق هست، یکی دوره انقلاب ایران هست، انقلاب اسلامی ایران هست و یکی هم دوره‌ای که هستش که در شرایط حاضر جریان داره که مشکلات یا تناقض‌هایی هستش که بین ایران و بریتانیا وجود داره و به خصوص از زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد شروع شد.
و تلویزیون بخش فارسی بی بی سی هم به وجود آمد در همون موقع. Its headquarters in a new development of studios and offices at the BBC's traditional home broadcasting house in central London. BBC Persian TV will be broadcast for 8 hours a day, 7 days a week and will be available to more than 100. و این تحقیقات به ما نشون داد که شاید در شرایط عادی اونقدر دخالتی از طرف وزارت خارجه بریتانیا در کار نمیشه. ولی در شرایط بحرانی هست که وزارت خارجه دلش میخواد که نقش فعالتری داشته باشه در اینکه چه گفته میشه و چه گفته نمیشه. We know that there were two demonstrations against the two separate British diplomatic compounds in Tehran. We believe that 50 protesters in one, about 100 in the other, took over the premises or certainly breached the premises. البته اگر تمام ماجرا رو از اول تاریخش رو دنبال بکنیم میبینیم که از اول به شکل پروپاگاند و تبلیغ شروع میشه چون بر علیه نازی های آلمان بوده. ولی در دوره مصدق هم به خاطر اینکه در مورد مسئله نفت تنش بین ایران و بریتانیا بسیار بالا میگیره و مصدق به هیچ وجه حاضر نمیشه که مصالحه بکنه، باز ما میبینیم که در اون موقع هم از بی بی سی استفاده میشه و به این ترتیب هستش که یک کاراکتر مشخصی از دکتر مصدق ساخته بشه در گزارش هایی که داده میشه. البته اگر مقایسه بکنیم بین این دو دوره رو میبینیم که اندکی نرمتر میشه، یعنی از طریق تحلیل ها و یا از طریق گزارش هایی که توسط کورسپاندنت های مخصوص دیپلماتیک بی بی سی نوشته میشه این ریپورت ها نوشته میشه و اغلب هم اسم هاشون نیست، ولی شما میبینید که خطی که در این گزارش هست درست این همون خطی هست که وزارت خارجه دلش میخواسته در مورد مصدق انجام بشه. و ولی بعد جلوتر که میایم در مورد انقلاب ایران در سال 1979 میلادی، این دوره رو که دنبال میکنیم اتفاقا درست به عکس اونچه که همه در ایران فکر میکنن در این موقع بسیار کم هست نفوذی که وزارت خارجه میتونه روی کار بی بی سی داشته باشه. چرا؟ به خاطر که از سال 1140 تا 1979 بی بی سی هم بسیار رشد کرده و این بی بی سی دیگه اون بی بی سی اول نیست و دولت براش بسیار سخته که نفوذ پیدا بکنه، سعی میکنه ولی بسیار سخته. ولی مدارک بسیار زیادی هست که حتی دکتر اوئن که وزیر خارجه وقت بوده خودش هم توصیه میکنه که ما نباید دخالت بکنیم. Endless representations I got from the Iranian ambassador. Now on this issue I was very tough. I was personally saying that British policy was committed to the Shah, but I am also a great believer in the independence of the BBC. And I explained to him time after time that though the Foreign Office on its budget funded part of the British overseas broadcasting, we did not control در شهرها و شهرستانها و دهات در سراسر ایران با دادن شعار پشتیبانی خود را از آیت الله خمینی ابراز داشتند و تقاضای یک جمهوری اسلامی می نمودند. سربازان از مردم کناره گرفته بودند، تنها گاه گاهی هلیکوپترهای نظامی بر فراز جمعیت پرواز می نمودند. و بعد در دوره بعد از اون که میایم در دوره تلویزیون فارسی، اونجا هم باز ما میبینیم که درست در موقعی به وجود میاد که بحران با ریاست جمهوری احمدی نژاد و غرب به حد بالا رسیده و دوباره تلویزیون بی بی سی به وجود میاد. البته در همین موقع دولت ایران هم این اقدام بی بی سی رو به عنوان یک جنگ نرم تفسیر کرد و بلافاصله شروع کرد مقاله های بسیار زیادی رو نوشتن راجع به اینکه این تلویزیون بخش فارسی بی بی سی مسئلهش جنگ با ماست و جنگ با اسلامه و ما هم باید در مقابلش بتونیم ایستادگی بکنیم، که البته از طریق پرس تیوی که در لندن نشر میشه از طریق اون یه مقدار کارهایی رو انجام میدادن که ایدئولوژیک بود در واقع. BBC News, David Hedge, BBC.
Tony Blair's sister-in-law Lauren Booth has been a prominent. The channel took sides. It sided with. BBC که خود را برای مدیریت رسانه‌ای یک جنگ نرم در ایران آماده می‌کرد. چند ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در تاریخ 25 دی ماه 1387 اقدام به راه اندازی بخش فارسی شبکه تلویزیونی خود نمود. آنها آماده بودند تا با هماهنگی با دیگر عوامل سازمان‌های جاسوسی غربی تمامی مخالفان به خط شده جمهوری اسلامی هم از منافقین، سلطنت طلب‌ها، بهائی‌ها و نیز همکاری با فتنه‌گران داخلی انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را به صحنه‌ای برای ایجاد یک کودتای نرم علیه نظام تبدیل سازند. بسیاری از ژورنالیست‌ها که از ایران خارج می‌شدن تحت فشاری بود که دولت ایران در اون موقع دیگه به حد اکثر رسونده بود که ژورنالیست‌ها، بلاگرها، تمام کسانی رو که می‌خواستن مطلبی در این درباره اونچه که می‌گذشت و جنبش سبز بنویسن زیر فشار شدید قرار داده بود. بسیاری از اونها رو جاسوس‌های غرب می‌دونست و بسیاری از اینها مجبور بودن از راه‌های مختلف از ایران خارج بشن و خب البته این جوان‌ها هم تماس بسیار خوبی داشتن با اونچه که داشت در داخل ایران اتفاق می‌افتاد و یکباره بی بی سی میتونست خیلی پوشش گسترده‌ای بده به اونچه که داشت در ایران اتفاق می‌افتاد. سانسور به هیچ وجه در بی بی سی وجود نداره. بحث ژورنالیستی وجود داره و بحث ژورنالیستی هر روز صبح در میتینگ‌های ادیتوریال، میتینگ‌های سردبیرها اتفاق میفته و در اونجا هست که اگر بخواد نفوذی بشه یا اگر بخواد پیشنهادی بشه در مورد اینکه چه موضوعاتی باید پوشیده بشه، در اونجا هست که ممکنه نفوذی بشه. ولی هر ژورنالیستی که در بی بی سی کار میکنه، هر کسی که یک پرودوسر خوب هست میتونه مخالفت کنه و اصلا قبول نکنه و اگر هم متقاعد نکردید رئیستون رو، میتونید به ضوابط ژورنالیسم حرفه‌ای بی بی سی رجوع بکنید و رئیس خودتون رو هم به همون جا ببرید و مجبورش کنید که گوش بده به حرفتون. و رئیس ها معمولا گوش میدن برای اینکه میدونن که روش بی بی سی چی هست. یعنی سانسور به هیچ وجه نمیشه صحبت از سانسور کرد. نفوذ بله، نفوذ به شکلی که ممکنه بعضی از تهیه کننده ها بیشتر تحت نفوذ قرار بگیرن، بعضی ها کمتر، بستگی داره به میزان دانش و یا به میزان این قدرتی که هر تهیه کننده ممکنه داشته باشه، ولی معمولا علل اصول هیچ نوع سانسوری نمیشه. بودجه بخش جهانی بی بی سی توسط وزارت خارجه بریتانیا تامین میشه، ولی این هم حالا در شرف عوض شدن هست. یعنی تمام بودجه بی بی سی مثل بقیه بخش های بی بی سی، مثل بی بی سی داخلی، از پولی تهیه خواهد شد، مالیاتی تهیه خواهد شد که مردم بریتانیا پرداخت میکنن. در واقع مالیات هم نیست، در واقع پول مستقیمی هست که برای تلویزیون بی بی سی داده میشه و از اونجا تامین خواهد شد و دیگه وزارت خارجه هم نقشی در این بین نخواهد داشت. و در اینجا هست که در آینده ما شاهد خواهیم بود که سختگیری بیشتری از طرف مردم بریتانیا خواهد شد بر این که چه مسائلی در این رادیو و یا تلویزیون نشون داده خواهد شد و یا سرش بحث خواهد شد. برای اینکه فراموش نکنیم که قدرت نظر مردم در تهیه سیاست بریتانیا خیلی بیشتره تا قدرت پول وزارت خارجه. یعنی اگر مردم راضی نباشن از شیوه کاری که بخش فارسی بی بی سی داره، در اون موقع بیشتر میتونه بخش فارسی تحت فشار قرار بگیره.